بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين با عرض سلام و شب خیر خدمت همه شما بینندگان عزیز محترم در برنامه تدبر در قرآن کریم از الله متعال وصلت داریم که باز هم برامون رحمت خودش و فضل خودش رو نصیب بکنه و بتونیم لحظاتی رو در سایه لطف و کرم و هدایت و کتاب او سپری کنیم با نگاه هدایت جویانه و با هدف یافتن حقیقت. واقعیت اینجاست که کلام الهی رحمت است للعالمین، رحمت هست برای همگان، ولی اون کسی که هدف و غرض از این رحمت رو به صورت منفی به کار بگیره، به طور طبیعی یهدی به من یشاء و یضل من یشاء، به طور طبیعی ادهی به وسیله همین کتاب زمینه گمراهی براشون فراهم میشه، یعنی شبهه در میارند، یعنی بهانه تلاش میکنند، یعنی شبهه ایجاد میکنند تا اینکه هم پیروان منحرف خودشون رو تثبیت کنند و هم دیگران رو هم به انحراف بکشونند یا تزلزل فکری ایجاد کنند. اما اون کسانی که در پی هدایت الهی هستند، در پی رحمت پروردگار متعال هستند، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، اون کسانی که در پی رضایت پروردگار متعال هستند، الله متعال راه سلامتی، سلامتی و آسایش و آرامش و سعادت و خوشبختی رو براشون فراهم میکنه. خیلی ها شاید میبینیم خودشون رو حجت الاسلام مفسر هم اونا رو مینامم، در تلویزیون هم برنامه دارن، به طور خصوصی هم قرآن تفسیر میکنند، ولی از تفسیر قرآن غیر از اون عمومیاتی که همه عموماً ملت ها در ارتباط با اون عمومیات اتفاق دارند، بقیه غرض و هدفشون در پی اثبات اون افکار آلوده و شرکی هست که در لابلای تفسیر آیات بتونن به مردم القا کنند. این آقای اسمش هم بردن برام سنگین هست، به خاطر اینکه ارزش و حیثیتش خیلی پایین‌تر از اینه که انسان اسمش رو ببره، ولی خب به هر حال اون حجت الاسلام ازش یاد میکنند. تمام صحبت هایی که در ارتباط با تفسیر انجام میده و تفسیر میکنه در واقع یک سری عمومیاتی هست که هر انسانی میتونه اون عمومیات رو در بیاره، فقط زبان عربی بدونه کافی هست. میخواد مسیحی باشه، میخواد یهودی باشه، میخواد مسلمان باشه، میخواد گمراه باشه، میخواد هدایت یافته باشه، این عمومیات رو میتونه در بیاره. شما به هر کتابی رجوع کنید میتونید چی مطالب عامی رو ازش در بیارید. اما اون چی که به طور خصوص و ویژه هر کتابی بهش میپردازه، اون اهل تخصص هستن که یا اهل ایمان به اون کتاب هستن یا اون کسانی که اون واژه های کلیدی اون کتاب رو ایمان دارن و قبول دارن یا فهمیدن، اونا هستن که میتونن براتون اون مطالب رو در بیارن یا مطرح کنن. فردی که مثل این آقا اصلا توحید رو نشناخته و نمیدونه، هیچگاه نمیتونه مسائل توحیدی رو از این کتاب به معنای صحیح ارائه بده، بلکه برعکس تمام مفاهیم شرک رو از لابلای سخنان خودش یا در ضمن سخنان و شوخی هایی که انجام میده به مردم انتقال میده. تمام خرافه ها و تمام اباطیل و تمام تهمت های ناروایی که به اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم
ساختن و بافتن رو انتقال میده به طور خیلی ساده. در تفسیر سوره حجرات که اخلاق رو باید آموزش بده، بدترین مفاهیم سوی اخلاق و نسبت سوی رفتار رو به بزرگترین شخصیت های تاریخ اسلام و صحابه پیامبر و خاندان پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت میده. بر این اساس یکی از دسیسه های اهل کتاب و یکی از توطئه های پیگیر اهل کتاب این بود که در تلاش بودند با عناوین و راه‌های متعدد تا اینکه بتونن پیروان دین حقی که اومده تا اینکه انحراف اینها رو تصحیح کنه، دین حقی که اومده تا اینکه سودجویی و بهره برداری دینی رو جلوشون بگیره. ان كثير من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل. یه دی از احبار و رهبان ملاهایی که به باطل با نام دین برای خودشون حقوق مادی رو تصاحب میکنن و از مردم اخاذی میکنند و در این حال صد عن سبیل الله میشند و یصدون عن سبیل الله. اهل کتاب در پی جلوگیری از دعوتی میشن یا در پی به انحراف کشوندن دعوتگرانی میشن که در واقع برای تصحیح رفتار اینها، برای روشنگری پیروان منحرف شده یا به انحراف کشیده شده اینها اومدند. آیه 69 سوره آل عمران به این صورت برامون این مطلب رو آغاز میکنه یا طرح میکنه، میگه که ودت طائفه من اهل الكتاب، دوست دارن یه مجموعه از اهل کتاب، لو یضلونکم، دوستشون بر این هست، میلشون بر این هست، بر این که شما رو به گمراهی بکشونند، خودشون گمراه هستند و میخوان برای شما هم مسیر رو عوض کنن یا شما رو هم به مسیر عوض سوق بدند. این تمناشون، این رفتارشون، این سعی و تلاششون در واقع توطئه ای هست و الله متعال در ارتباط با تمام توطئه های اینها که قبل از این هم ذکر کرد و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، تمام این توطئه ها بر میگرده در واقع نتیجهش به خودشون و ما یضلون الا انفسهم، در واقع اینها به خودشون آسیب میرسونن، خودشون رو در انحراف و در مسیر کج تثبیت میکنند و ما یشعرون، در واقع اینها این آگاهی و شعور رو ندارن، فکر میکنن که خیلی زرنگن، فکر میکنن که خیلی اینها حرفه‌ای‌اند در کار خودشون، ولی در واقع و ما یضلون الا انفسهم، در واقع اینها به خودشون آسیب میرسونن، خودشون رو شرایط انحراف رو برای خودشون بیشتر فراهم میکنن، خودشون رو در مسیر باطل تثبیت میکنند. به کسی دیگه، اون کسی که حق و حقیقت رو پیرو هست، آسیبی نمیرسونن. این نتیجه عمل کرد اونها بهش احساس و شعوری در ارتباط با اون ندارند. این مفهوم قرآنی در موارد متعدد الله متعال به مجموعه هایی که خودشون رو خیلی خردمند یا مکار یا زرنگ تلقی میکنن نسبت داده. اولین مورد آیات اول سوره بقره بود که از گذشتیم در ارتباط با منافقین بود. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اینا کسانی هستن که فکر میکنن که
زرنگن و دارن هیلگری میکنن با اهل ایمان و با در واقع با الله متعال، ولی در حقیقت خودشون رو گول زدن و ما یشعرون، اینا این حقیقت رو درک نمی کنن، اینا فهمشون ادراکشون در این ارتباط قاصر هست. دومین مورد آیه هست که ازش گذشتیم، ودت طائفة من اهل کتاب لا یضلونکم و ما یضلون الا انفسهم و ما یشعرون. در آیه سوره انعام هم باز نمونه دیگری از رفتار اهل شرک رو میاره که مانع میشن از حقیقت و هم ینهون عنه و ینعون عنه، دور میشن، دور مانع میشن، نهی میکنن از این حقیقت و ینعون عنه و دور میشن از اون. و این یهلکون الا انفسهم و ما یشعرون، در واقع با این عمل کرده خودشون در حقیقت خودشون رو به هلاکت میرسونن و درک نمی کنند، در حالی که درک نمی کنند. آیه چهارم، و کذالک جعلنا فی کل قریه اکابر مجرمیها لیمکروا فیها و ما یمکرون الا بانفسهم و ما یشعرون. به همین صورت ما در هر آبادی ما مجرمین، بزرگان مجرمی رو قرار دادیم تا اینکه توطئه کنند. یعنی نظامی هست در ضمن این خلق که عده‌ای توطئه‌گر وجود دارند و ما یمکرون الا به انفسهم، در واقع توطئه اینها به خودشون برمیگرده و ما یشعرون. این تعبیر رو الله متعال در ارتباط با داستان حضرت یوسف هم آورده به این صورت که وقتی که برادرشون رو بردن، برادرهایی که در واقع خیانت کردن به برادرشون، و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، و اتفاق کردن بر این که اون رو در داخل چا بیندازند، در این حالت ما اوحینا الیه لتنبئنهم بامرهم هذا، بهش ما این پیام رو رسوندیم که این کارشون، این عمل کردشون، این توطئهشون رو ما بهشون تو به اینها اطلاع خواهی داد، روزی خواهد شد که تو این توطئه و این روز رو بیادشون بندازی. و هم لا یشعرون، در واقع اینها از این حقیقت اطلاع ندارند. این هم باز توطئه ای هست که توطئه اگر نه تنها نمیتونه به هدفش نائل بشه و اون برادری که در ارتباط با اون حسادت بهشون دست داده بود رو از بین ببره، بلکه برعکس روزی میشه که همین برادری که در حسد واقع میشه و توطئه نابودیش میشه، همون برادر به بهترین موقعیت اجتماعی و معنوی و دینی نائل میشه و همشون در مقابلش احترام و تعظیم رو اظهار میکنند. اما مورد بعدی که در سوره نحل اومده در ارتباط با کسانی هست که به غیر از الله خونده میشن به عنوان ولی یا به عنوان خلیفت الله، اما بعد مرده هایی که از اونها نظر و نیاز میشه و از اونها حاجت خواسته میشه، میگه امواتون غیر و احیا و ما یشعرون ایان یبعثون، اینها مردن و خودشون هم نمیدونن، که درک نمیکنن که چه موقع اینها دوباره برانگیخته خواهند شد. این موارد رو من آوردم فقط تا اینکه تصویر کاملی در ذهنمون در ارتباط با آیه 69 سوره آل عمران روشن بشه که اون افراد توطئه‌گری که فکر میکنن با توطئه‌گری و سعی و تلاش گمراه کننده خودشون میتونن آسیب برسونن به هدایت شده ها و محرومیت هدایت شدن رو نصیب افرادی که مستحق هدایت هستند بکنن، اونها اشتباه کردن. رب ذوالجلال حامی افرادی هست که
در پی یافتن حق و حقیقت هستند و دلبسته و وابسته او هستند. در نتیجه اینها فقط به خودشون آسیب میرسونند، بار گناه خودشون رو سنگین میکنند، خودشون رو در گمراهی غرق میکنند و شرایط هدایت رو از خودشون دور میکنند. و ما یضلون الا انفسهم و ما یشعرون. این افراد عموما شما وقتی با اینها اگر بحث بکنید، براشون اگر هزار دلیل هم بیارید، شاید پامنبری ها درک بکنن، بفهمن، ولی این افرادی که گمراه کن هستند، از این حجت الاسلام ها بسیار نادر هست، از این آیات عظام بسیار نادر هست که بتونن به ادراک برسن، مگر افرادی که در خودشون انگیزه تحقیق پژوهش وجود داشته باشه، خدا ترس و خداجو باشن و در پی گمراه کردن مردم نباشن، بلکه در پی یافتن هدایت باشن. آیه بعد این توطئه اینها یا این رغبت اینها، رغبتی که با واژه ودت تعبیر میشه، رو به صورت عملی براشون یادآور میشه که چطوری اینها این رو اعمال میکنند. و در واقع با وجود اینکه این توطئه اینها رو در یاقی یادآور میشه، خودشون رو خطاب قرار میده تا اینکه باز هم هدف قرآن که موعظه و به همین صورت تذکر دادن هست فراموش نشه، فقط بحث انتقاد و نقد نباشه، بلکه در این حال اونچه که رحمت الهی در واقع تعبیر کنندش هست، هدایت و خیر رسوندن به مردم، اون هم در ضمن کلام الهی وجود داشته باشه. مخاطب میشن دوباره اهل کتابی که در سعی و تلاش هستن برای به گمراه کردن مردم، یا اهل کتاب، ای کسانی که در پی گمراه کردن هستید. لم تکفرون بالله به آیات الله و انتم تشهدون، چرا کفر میرزید به آیات الهی در حالی که شما شاهد هستید، میدونید که دارید چیکار میکنید، میدونید که اون چی که پیش روتون هست دلائل روشن هست، واضح هست، و جای انکار و جای رد کردن براش وجود نداره. واقعیت اینجاست که همه ی کسانی که در مسیر گمراه کردن قرار دارند، به خوبی میدونن که دارن چیکار میکنن، به خوبی میدونن که دروغ میگن، به خوبی میدونن که دارند میسازند و میبافند. جمله رو یکی از معاصرین که در واقع خودش هم فعلا به خاطر دروغ پردازی های دینی از دین زده شده هست، آقای سروش، در ضمن خاطرات خودش یاد میکنه، میگه که یکی از این مراجع یا یکی از این آیات عظام که خلخالی رو اسمش میبره، میگفت که این امام زمان هیچ گاز ظهور نمیکنه و نباید هم ظهور بکنه. جالب هست، ظهور نمیکنه و نباید هم ظهور بکنه، چون تا زمانی که همچنین امام غائبی نباشه، امامی اگر وجود داشته باشه، خب امام نقش ایفا میکنه، هدایتگری میکنه، فصل و حل میکنه مشکلات و اختلافات فکری و اعتقادی مردم رو، پیشگام هست، از این تشدد و تفرق میاره بیرون. هر کسی نمیتونه داستان بسازه و هر کسی نمیتونه دین بسازه، اگر واقعا وجود داشته باشه همچنین امامی که مدعی هستن. ولی از اونجایی که اگر این چنین امامی وجود داشته باشه، هیچ چیزی براشون باقی نمیمونه که آدم بکشن به نام دین، داستان بسازن به نام دین، سلطه بگیرن به نام دین،
جیب مردم رو بزنن به نام دین. خب اینا همشون بسته میشه. میگه خودش میگفت، میگفت این امام اصلا نه ظهور میکنه و نه باید ظهور بکنه، چون ظهور کرد خب دیگه چیزی برای اون باقی نمیمونه، این باید همیشه باشه. هیچ یه سری در نظام فکری و اعتقادی ما وجود داشته باشه تا قیامت، تا ما بتونیم از این راه زندگی کنیم، نون بخوریم. خودشون میدونن که نه امامی هست و نه قائم آل محمدی هست با این اوصافی که میگن و تمام مسائلی که به دین نسبت میدن. یکی از اینهایی که خودش مفسر میدونه در ارتباط با در یک استان کامل، استان خراسان جنوبی، خودش رو مفسر قرآن میدونه. وقتی که براش آیات سوره احزاب رو در ارتباط با مقام و جایگاه امهات المؤمنین مطرح میکنه که دوستان، و میگه این آیات، آیات بینات هست، روشن هست که اول و آخر سیاق و سباق کلش در ارتباط با امهات المؤمنین هست، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم هست. چطوری شما یک از بین چندین آیه و چندین جمله در داخل این آیه برش میده یک جمله رو و فقط اختصاصی برای یک عده معدودی خارج از خانه پیامبر و اهل بیت پیامبر، و اون هم باز خارج از معنا و مفهومی که قرآن اون رو داره میگه در ارتباط با تطهیر، این رو تعبیر میکنید؟ به صراحت ایشون میگه که این روایات اینو میگه. خب از قرآن چی کار داره میکنه؟ کدوم روایت؟ روایتی که شما آوردید و ساختید. پس شما به قرآن معتقد نیستید. قرآن فقط وسیله‌ای هست برای گمراه کردن. به سیاق و سباق میگه ما معتقد نیست. سیاق و سباق این منهج نمیدونم غیر هست. در کلام سیاق و سباق نباشه هیچ کلامی ارزشی نداره. هیچ سخنی نمیتونه معنا پیدا بکنه. هیچ کلمه‌ای نمیتونه معنا داشته باشه اگر سیاق و سباق نباشه. از اصلا بلاغت و فصاحت در زبان با سیاق و سباق و اثبات میرسه. اگر سیاق و سباق در نظر گرفته نشه که نه ما بلاغتی داریم نه فصاحتی داریم، نه فضاحت معنا داریم اصلا. میتونید هر کلمه ای هر معنا بخواد، هر معنایی بخواید بهش بار کنید. شون از مفسر قرآن. برحال مهم اینجاست که اینها به خوبی میدونن که دلائل روشن قرآن، آیات الله، البته این آیات اینا که خودشون آیات الله میدونن، اینا در واقع بلای الهی هستن برای امت. آیات الهی دلائل روشنی هست که در رأسش قرآن کریم هست برای اثبات حقایق دینی که باید ما بهش باور داشته باشیم. و ما بارها اینو میپرسیم که حقایق دینی و باورهای دینی باید با آیات و دلائل روشن به اثبات برسه. مکرر ما اینو میگیم تا اینکه این اصل قرآنی فراموش نشه که هیچ باوری نمیتونه به عنوان حقیقت پذیرفته بشه مگر آیات و دلائل روشن داشته باشه. دلائل روشن اونجایی که هست، خب خیلی راحت میگن گفت رضی الله، قرآن گفت رضی الله عنهم، این فعل هست. الله متعال افعالش در یک حدود زمان و مکان خاص اتفاق افتاده و تمام شده. نعوذ بالله. یعنی خداوند راضی شد از اونها در اون لحظه و در قرآن ثبت کرد تا اینکه ما به گمراهی کشیده بشیم. و به ما هم گفت که والذین تبعوهم به احسان السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان. اینها اونایی که حتی اینا رو اسره معرفی کرد، کسایی که اینها رو پیروی کردن به احسان، رضی الله عنه، خداوند ازشون راضی شد. این تحقق رضایت رو در عاقبت میرسونه، نه تحقق رضایت رو در فعل ماضی که
در یک محدوده زمانی معین صورت گرفته باشه. یک کسی که ادنا علمی به قرآن داشته باشه، به عربی داشته باشه، میدونه که این فعل ماضی هست، ماضی هست به معنای تحقق یک فعل از جانب پروردگار و ثبت شدن این واقعیت. آیات متعددی هست که این تعبیر رو میکنه. هر جایی که در ارتباط با الله متعال این فعل نسبت داده بشه در قرآن کریم، عیناً معیار سعادت و خوشبختی رو برام تعیین میکنه. سوره بینه رو شما نگاهی بندازید، سوره بینه رو در جزء 30 خاتمش رضی الله تعالی عنه و رضوا عنه. ببینید این فعل ماضی چه معیاری رو داره تعیین کن هست و چه خبری رو برامون میرسونه، سعادت و خوشبختی اخروی رو. در ارتباط با کسانی که ایمان آوردند، در ارتباط با کسانی که سعادت و خوشبختی رو در آخرت به دست آوردند. و جالب اینجاست که خاتمه آیه 100 سوره توبه که باز هم این مطلب رو به سابقین اول نسبت میده، آخرت رو تعبیر کن هست، فوز عظیم آخرت رو برامون بیانگر هست. ذالک هو الفوز العظیم. چگونه اتفاقی رو داره تعبیر میکنه در یک برهه از زمان که صورت گرفته و تموم شده و بعدها اینا همشون نعوذ بالله مرتد شدن و ادی دیگه برتری از اینا حاصل کردن که برتری از خدا هم بالاتر رفتن، نعوذ بالله خلیفه الهی شدن، جایگاه خدا رو گرفتن، خودشون هم یک ادعایی نکردن. بر حال قرآن کریم خطاب رو به اهل کتاب میاره با اسلوب بسیار نرم و آرام، میگه یا اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله وانتم تشهدون. چرا کفر می‌ورزید به آیات الهی با این اسلوب خودتون، با این قطع و برش کردن، با این رد کردن‌ها، با این دسیسه کردن‌ها، با این تأویلات بی جای خودتون، با اینکه می‌دونید، خوب می‌دونید که شما دارید خطا می‌رید، خوب می‌دونید که شما دارید به اشتباه می‌رید. با یک اندک تأمل میشه فهمید، به شرطی که انسان خواهان فهم و درک باشه. یا اهل کتاب، ای اهل کتاب، بسیار اسلوب نرم، بسیار اسلوب بلیغ و از رحیمی هست که میخواد با تمام این عمل کرده ناروا و سویی که دارن انجام میدن، میخواد که اینها برگردند به حقیقت. لما تلبسون الحق بالباطل، چرا حقیقت رو باطل میپوشونید؟ عموما هر دعوتگر به باطل مطالب حقیقتی رو در بر داره. ماشاءالله سخنرانای بسیار ماهری هستن در اخلاق، در امور مختلف زندگی شخصیشون وارد بشید که نمونه هایی از بد اخلاقی رو میبینید که حد و حساب نداره. به هر حال مهم اینجاست که اون چه که در توطئه به انحراف کشوندن و گمراه کردن اهل حق نقش ایفا میکنه اینه که حق رو با باطل خلط میکنن یا میپوشونند، باطل رو در داخل حق طوری قرار میدن که شما ظاهر فریبنده حقیقت رو بگیرید
و متأثر بشید و اون باطل رو هم در ضمن اون مثل سمی که در ضمن غذا به خوراک انسان داده میشه مصرف کنید و تکتمون الحق و در این حال کتمان حقیقت میکنید و انتم تعلمون و میدونید، باز هم میدونید، باز هم آگاه هستید، انتم تشهدون و انتم تعلمون، گواه هستید، حقیقت رو میدونید و آگاه هستید، حقیقت وضعیت خودتون رو خوب میدونید. با هم یه برنامه میبینیم، برمیگردیم و ادامه آیات و به همین صورت پیام های شما رو چلا نگاهی خواهیم انداخت. میام برنامه میبینیم، برمیگردیم. روشنایی فروغش تا قیامت جاودانیست، شده قرآن نزول از لوح محفوظ، که این گنج سعادت آسمانیست، خدا خود حافظش هست تا قیامت، بری از ساخت و تحریف زمانیست، بخوان قرآن که جانت زنده گردد، که قرآن بیش ز آب زندگانیست، جهان را نور قرآن روشنایی تا قیامت جاودانیست، شده قرآن نزول از لوح محفوظ، که این گنج سعادت آسمانیست، به قرب فیض انوارش بیاسا، که دور بودن ز قرآن خود تباهیست، تو را یار و قرین است در دو عالم، فراموشی ز یار سخت بی وفاییست، جهان را نور قرآن روشنایی تا قیامت جاودانیست، شده قرآن نزول از لوح محفوظ، که این گنج سعادت آسمانیست، بسوز ای دل تو هم در عشق قرآن، که کار عاشقان از خود فناییست، بسوز ای دل تو هم در عشق قرآن، که کار عاشقان از خود فناییست، جهان را نور قرآن روشنایی تا قیامت جاودانیست، شده قرآن نزول از لوح محفوظ، که این گنج سعادت آسمانیست، که این گنج سعادت آسمانیست. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
با عرض سلام و مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه تدبر در قرآن کریم. آیات سوره آل عمران در زمینه توطئه و سعی و تلاش اهل کتاب در به انحراف کشوندن اهل حق و اهل توحید بود، که در این حال که قرآن کریم این یاد آوری رو برای ما میکنه تا اینکه مراقب باشیم، مواظب باشیم و بدونیم که این سعی و تلاش منفی دائما وجود داره. در این حال قرآن کریم خطاب بسیار ظریف و لطیف خودش رو متوجه اهل کتاب میکنه تا اینکه اگر در بینشون کسانی باشن که هنوز ضمیر سالمی در درون این اونها بقایایی داشته باشه، تأمل کنن و تفکر کنن و بازنگری کنن عملکرد خودشون رو، تا کی میخوان به این صورت اصرار ورزن بر باطل، تا کی میخوان به این صورت بهره گیری کنن از دین، تا کی میخوان به این صورت دروغ پردازی کنن به نام دین، تا کی میخوان به این صورت چشماشون رو ببندن از آیات بیناتی که قرآن کریم شفاف و روشن در برخلاف باورهای اونها داره مسائل رو طرح میکنه. یکی از توطئه هایی که اینها داشتن یا امروز هم به کار میگیرن این هست که ادهی رو به عنوان نفوذی داخل کنند، یعنی به عنوان نفوذی یا به عنوان پیروان دین، دین جدید یا فکر جدید اونها رو بسازند و اونها رو تلقین کنند یا بهشون آموزش بدن که شما خودتون رو در یه برهه از زمان ملتبس به فکر اینها بکنید، فکر توحید بکنید، به ایمان بیارید و بعد از مدت زمان کوتاهی برگردید تا اینکه ثابت کنید برای افراد ضعیف الایمان که در درون این دین یا در بین پیروان این دین انحرافاتی رو مشاهده کردید و اینها موجب شده که شما برگردید. از این صحنه سازی ها بسیار میشه و چون از این صحنه سازی ها بسیار میشه، فیلم ازشون میگیرن، فکر میکنن که اون موحدینی که به شبکه های توحیدی تماس میگیرن، زنگ میزنن، اینها هم صحنه سازی هست. جالب اینجاست که افرادی که زنگ میزنند یا افرادی که اظهار ایمان یا تغییر تحول فکری میکنند یا به عنوان مهتدی خودشون رو معرفی میکنند، یکی دو نفر نیستن که ما بخوایم به طور مصنوعی این چنین صحنه ای رو به نمایش بذاریم. گاهی خانواده های جمعی هستند که نمیشه اینها رو به این صورت منکر شد. جالب اینجاست که در ایران خودشون اعتراف میکنن، خودشون به خوبی، خود مسئولین به خوبی میدونن که چقدر ریزش فکری در ضمن طیف متدین پدید اومده. الان خیلی خوشحالن که راه حج و عمره بسته هست، مدتی که خودشون درگیر شدن و بستن، بعد از این مشکل کرونا راه رو بست و الا خب خودشون میدونستن و خوب هم اطلاع داشتن که از نخبه های مؤممشون در هر کاروانی چقدر ریزش میکردن و چقدر دچار تزلزل و تغییر و تحول فکری میشدند. به هر حال
از اونجایی که خودشون یا خود طیف گمراه کن و گمراه کننده تصنع کردن یا صحنه سازی کردن رو به طور حرفه‌ای پیگیر هست، فکر میکنه که اون کسانی که دعوت به توحید و به حق میدن از این ابزار استفاده میکنن، در واقع این گونه نیست. اینها اونها میگن و قالت طائفه من اهل الكتاب، یک مجموعی از اهل کتاب هم میگن که مثل ود طائفه، یک ایده هم در دل دارن و این برنامه ریزی رو میکنن، ایده هم باز هم این رو میگن، هر کسی به نحوی در این باب نقش ایفا میکنه. آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجه النهار، به اون چه که بر کسانی که ایمان آورده ایمان بیارید، آمنوا ایمان بیارید به اون چه که نازل شده بر کسانی که ایمان آوردن بر مسلمان ها، وجه النهار در یک بخشی از روز، وکفرو آخره، در آخرش روز هم دوباره کفر ورزید یا تغییر و تحول فکری بدید، لعلهم یرجعون، تا اینکه به این وسیله بتونید شما به انحراف کشونید و موجب بازگشت یا برگشت مؤمنین بشید یا تزلزل ایمانی رو موجب بشید. این توطئه یه توطئه گذرایی بود، انجام دادن، ولی این توطئه هم در حقیقت برعکس شد، خودشون برای خودشون گمراهی رو تثبیت کردن، ولی کسی رو نتونستن گمراه بکنن. این یک توصیهشون هست. توصیه دومشون این است که ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم، نپذیرید چیزی رو مگر از کسانی که پیرو دین شما هستند. اون چی که شما دارید، اون چی که شما بهش باور دارید، اون رو پذیرفتن، شما هم حرفشون رو بپذیرید. در غیر این صورت بیش کسی اعتماد نکنید. آمن له یعنی بهش اعتماد کردن یا پذیرفتن. سخن این شبکه‌های وهابی رو گوش نکنید، سخن اگر داخل مسجدشون از اهل سنت سخنرانیشون رو گوش نکنید یا کتابی از اونها رو نخونید به همین صورت، و اگر کتابی هم چاپ کردن باید بنویسن پشت کتاب ویژه اهل سنت، تا اینکه بقیه رو به هراس بندازن که شما به این نزدیک نشید که اگر نزدیک شدید این براتون موجب خطر میشه، ویژه اهل سنت در اختیار کسی دیگه قرار نگیره. خیلی جالب هست این تعبیرهای ما در کشورمون، فکر کنم در دنیا این گونه این نحو حراس از حقیقت رو اعمال نمی کنند. این نوع حراس از دین و از حقیقت فقط در کشور ما به صورت گسترده وجود داره. بیش کسی اعتماد نکنید، نپذیرید از هیچ کسی کلامی رو، سخنی رو، مگر کسانی که پیروی دین و آیین شما رو کردند. گفتن مجلسی بگیرید، گفتن کلینی بگیرید، اگرچه کل کلینی و مجلسی پر از کل کتابشون پر از دروغ و افتراء باشه، ولی خب مهم نیست، مهم اینجاست که مرجع مرجع ما هست. قل ان الهدى هدى الله، بگو که هدایت در واقع از خاص به الله متعال هست، هدایت مال الله، الله متعال هست. جواب این نوع تفکر و اندیشه این هست که شما نیایید انحصاری حق یافتن و حقیقت رو به خودتون منحصر کنید، اون کسانی که پیرو دین شما هستند. هدایت از آن الله متعال هست، به هر کسی که بخواد میده. دومین توصیه‌ای که اینها دارند بعد از اینکه نپذیرید یا
باور نکنید مگر اون کسانی که به چیزی باور نکنید مگر به اون کسانی که پیروی از دینتون کردن. دوم اینکه ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، و به همین صورت ایمان نیارید به این که کسی دیگه غیر از شما بهش مثلی که به شما داده شده داده بشه. ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، لا تؤمنو، باور نکنید الا لمن تبع دینکم ولا تؤمنون ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، یعنی مثلی که شما کتابی به شما داده شد به کسی دیگه داده شده باشه. چرا؟ مگر هدایت مال الله متعال نیست؟ مگر فضل در دست الله متعال نیست؟ مگر اون نیست که انتخاب بکنه؟ چرا شما انحصار میکنید به عده معینی؟ یه عده معینی که شما اونا رو انتخاب کردید با ذهن خودتون، با فکر خودتون، با انتخاب خودتون، و اون رو هم غائب کردید و از وجود عینی و خارجی اون رو محروم داشتید. این چه معنایی داره؟ او یحاجوکم عند ربکم، و اینم فکر نکنید که اینها در نزد پروردگار دلیل و حجتی رو براتون داشته باشن یا در مقابل پروردگار متعال حجت باشن بر علیه شما. در واقع هدایت دست الله متعال هست، الله متعال هدایتگر هست، به هر کسی هدایت داد اون حجت داره، در آخرت هم حجت داره عند ربکم، و در دنیا هم در واقع فضیلت داره. قل، بشو که ان الفضل بيد الله، فضل در دست الله متعال هست. یؤتیه من یشاء، به هر کسی که بخواد عطا میکنه. والله واسع علیم، الله متعال گستره رحمتش، مغفرتش، هدایتش، علمش زیاد هست. واسه یکی از صفاتی هست که به الله متعال نسبت داده میشه، و در واقع این نسبت همه صفات پروردگار رو در بر میگیره. نسبت این بعضی از صفات در واقع کمال صفات دیگر رو میرسونن که ما در این ارتباط در اسماء الله الحسنا صحبت کردیم. این صفت جزء صفاتی هست که کمال دیگر صفات رو میرسونه. واسع المغفره، وسع کرسیه السماوات والارض، وسعت حاکمیتش، سلطش، علمش، قدرتش، رحمتش. یختص به رحمته من یشا، اون کسی رو که بخواد با رحمت خودش اختصاص میده. من یشا، شما نیستید که تعیین میکنید با سلیقه شما، با روایات شما، با خواسته شما، با رغبت شما، بلکه او هست که اختصاص میده. و برای این اختصاصی که او میده باید دلیل داشته باشید. هر کسی هم نمیتونه ادعا بکنه که این فرد بهش مقام نبوت داده شده، این فرد بهش اختصاص وحی تعلق گرفته، این فرد این علم الهی یا علم طوری تعبیر میکنند صوفی ها لدنی در اختیارش هست. همه اینها نیاز به دلیل داره، نیاز به آیات بینات داره، چون مشیت الهی در این زمینه حکم فرما هست و مشیت الهی باید با دلیل و حجت ثابت بشه. والله ذو الفضل العظیم، الله متعال صاحب فضل هست و او هست مقام والا و عظیم، صاحب فضل و صاحب عظمت و مقام والا در واقع الله متعال هست. والله واسع علیم، والله ذو الفضل العظیم. این چهار صفت که در خاتمه این دعایه یاد آوری شده
تفکر و اندیشه انحصارگری اهل کتاب رو به چالش میکشونه. در واقع این اختصاص به اهل کتاب فقط نداره، انحصار کردن به هر انسان و یا به هر طایفه یا به هر تفکر و اندیشه و جریان فکری که این انحصار طلبی رو برای خودش تعبیر بکنه یا با این تنگ نظری مبتلا باشه، این مطلب رو داره. میخواد در عرصه فقه باشه، میخواد در عرصه فکر باشه. در فقه اون کسی فکر میکنه که تمام حق و حقیقت در چارچوب اون مدرسه فقهی هست که به ارث برده ایشون، در واقع با این آیه در تعارض هست. ان الهدى هدى الله، ان الفضل بيد الله يؤتي من يشاء. چرا ما جریان همه فضل و همه هدایت و همه علم رو، همه درک و شناخت رو منحصر کنیم به یک مجموعه معین، مدرسه فقهی معین، هر مدرسه فقهی میخواد باشه؟ والله واسع علیم. علم الهی و رحمت پروردگار متعال شامل حال همه خلائق هست. هر کسی رو که بخواد اختصاص میده، یختص برحمتی من یشاء، و ذو الفضل او هست، عظمت مال او هست. چرا منحصر بکنیم؟ هر تعصب فقهی با این آیه و با این صفات الهی درگیر. وقتی که بگیم قال الله و قال رسول الله، حکم الهی و حکم الله متعال رو رسول الله رو مطرح میکنیم و تمسک به مذهب رو ترجیح داده میشه، مذهب ماست، ما مقلد هستیم، در واقع با این آیه درگیر هست. الله متعال به هر کسی که بخواد فضل خودش رو میده. احادیثی رو برخی از ائمه انتقال دادن و ثبت کردن، احادیثی رو دیگر ائمه، احادیثی رو برخی از صحابه نقل کردن، احادیثی رو بقیه صحابه. امام شافعی میفرمایند که اگر کسی مدعی بشه که چیزی از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم محفوظ نمونده، یعنی از بین رفته، به اشتباه رفته، چون حافظ دین الهی الله است. و اون کسی هم فکر بکنه که سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در نزد یک فرد است، بازم به خطا رفته. هیچ احدی نزد بین صحابه و نه بین اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و سلم به طور انحصاری تمام سنت و تمام علم دین رو در اختیار نداشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم این کارو نکردن و این مدرسه رو انحصاری قرار ندادن. ازادشون متعدد بودن، صحابهشون متعدد بودن، شاگرداشون متعدد بودن، همه میگرفتن، همه بر حسب توان و قدرتشون و رغبتشون و حافظه خودشون انتقال علم میدادن. یه عده‌ای رو منحصرن خود معرفی کردن که اینا معصوم هستن، خودمون بهشون اسمت رو تزریق کنیم با زور خودمون بدون هیچ گونه دلیل و حجتی، بعد از این تمام علم دین رو هم منحصر بر اینا کنیم، بعد از این اون علم رو هم باز خودمون بعد از شعار قرن در قالب کتابی که تمام جعلیات و دروغ هست که کلینی ساخته بگیم اینا علم معصومین هست. کدوم چه ارتباطی داره قرن چهارم کلینی با معصومین؟ دروغگویانی که به معصومین نسبت میدن فاصله شون سه قرن با معصومین. معصوم با ادعای خودتون، نه با ادعای ما که ما اصلا به اسمت معتقد نیستیم، چیزی به نام اسمت وجود نداره با این معنا و مفهومی که شما معتقد هستید. بعد مردم عام رو هم بگید ما دین و خودمون رو از معصومین میگیریم. کدوم معصوم؟ مجلسی معصوم بوده؟ کلینی معصوم بوده؟ یا راویانی که این رو انتقال دادن؟ تنها کتابی که به ذات علی نسبت داده میشه نهج البلاغه، هیچ سندی نداره. شریف رضی که اونو جمع کرده، اون کتاب بلاغت، کتاب ادب، ادبیات اونو جمع آوری کرده، هیچ
مسند از نظر دینی گونه استنادی درش نیست که بگیم فلانی از فلانی روایت کرده و این مجموعه آدمای راستگویی بودن. فاصله بین شریف رضی و حضرت علی هم که چندین قرن هست، 4-5 قرن هست. چه اسمتی؟ مردم هم فکر می‌کنن ما از معصومین گرفتیم. چون معصومین نمیگیرید، شما از یک مجموعه دروغگو و دروغ پرداز معاصری میگیرید که از دروغ پردازان دیگه گرفتند. در کجای همون روایات دروغ شما اومده که در اذان پیامبر صلی الله علیه و سلم اشهد ان علی ولی الله وجود داشت؟ در همون روایات دروغتون هم وجود نداره این روایت. یعنی در اون زمان فراموش کردن که اینو روایت کنن. در زمان قاجار اینو ساختن و داخل دین کردن. نه کلینی به ذهنش رسید که اینو روایت کنه، نه بقیه، نه مجلسی و نه بقیه. در زمان قاجار این جمله رو ساختم و داخله و امروز هنوز داریم همونو تو اذان میگیم. کجاست این بدعتی که ایجاد کردید در اذان؟ برحال مهم اینجاست که انحصاری قلمداد کردن معرفت دینی، علم دین و به همین صورت هدایت، مبنای اون جلوگیری از توسعه و پیشرفت فکری و روشنگری مردم هست و جلوگیری از دعوت حق است. پیشنهادی شده از یکی از بینندگان که برنامه‌ای در ارتباط با اصول تفسیر اگر بذارید، که این پیشنهادتون رو انشاءالله من انتقال میدم به کمیسیونی که برنامه ریز برنامه شبکه است. ولی در این حال ما سعی میکنیم که در ضمن صحبت هایی که در ارتباط با شرح معانی قرآن کریم میشه، به طور ضمنی اصولی رو هم ترک کنیم و در آینده این نکته رو با توجه به این یادآوری که شد بهش توجه بیشتری خواهد شد و سعی خواهیم کرد که به طور برجسته تر اشاره داشته باشیم به مبانی و اصولی که در تفسیر باید رعایت بشه در ضمن شرح و بیان آیاتی که در هر برنامه تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم که الله متعال به همه ما بصیرت و فهم درست کلام خودش رو عنایت بکنه و به همین صورت استقامت و پایبندی به دین رو تا آخرین لحظات حیات خودمون داشته باشیم. تا برنامه دیگه، الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.